افغانستان کشور است کوهستانی که منبع اصلی تمامی دریاها و آبهای سطحی این کشور را همین کوهستان‌های مرتفع تشکیل می‌دهد. این کوهستان‌ها سبب به میان آمدن انواع مختلف از زنده‌جان‌ها در این کشور شده است که این تراکم تنوع میان انواع به شمال و جنوب کشور امتداد یافته است. ساحات حفاظت شده انواع در افغانستان برای نگهداشت هرچی بیشتر و توجه به وضعیت انواع بومی و وحشی کشور به میان آمدند که تا حدود هم مثمر ثمر واقع شدند. واخان یکی از ساحات حفاظت شده افغانستان است که پس از تلاش‌های فراوان افغانستان و جامعه بین الملل حیثیت ساحه حفاظت شده را به دست آورد. پامیر کلان از جمله ساحات بلند کوهستانی بوده که در دهلیز واخان ولایت بدخشان بین دریای پامیر و جهیل زرقول در شمال و دریای واخان در جنوب موقعیت دارد. پامیر کلان عمدتاً متشکل از دره‌های وسیع و کوههای مرتفع بوده که طور اوسط بالاتر از 5000 متر ارتفاع دارند و شیب آنها به طرف پایین به جلگه‌های وسیع با تپه‌های شیب کمتر نزدیک به دریای پامیر امتداد یافته است. نوع بارز حیوانات وحشی در پامیر کلان گوسفند مارکو پولو می باشد. ظاهر خان شاه ازبق افغانستان یک ساحه شکارگاه را برای حفاظت از گوسفند مارکو پولو در قسمت غربی پامیر کلان ایجاد کرد و حکومت افغانستان یک برنامه مدیریتی را با منظور شکار و تفریح در سالهای دهه 1970 در آنجا مورد تطبیق قرار داد. این ساحه در سال 1978 به طور رسمی من حیث پناهگاه حیات وحش در جریده رسمی اعلان گردید. در جریان چندین دهه نارامی‌ها و تنش وضعیت تحفظی در بخشای غربی پامیر بزرگ از بین رفت. بر اساس بهترین تخمین‌ها تعداد فیلی گوسفند ماده مارکوپولو در بخش غربی پامیر کلان در حدود 172 رأس میباشد. به خاطر تفاوت‌های موجود در روش‌های تخمین نفوس حیوانات ممکن نیست که تعداد دقیق حیوان مذکور و همچنان تغییراتی که در تعداد آنها از سال‌های دهه 1970 که اولین سرشماری در این مورد صورت گرفته است محاسبه گردد. بنابراین فعلا نفوس حیوان مذکور نسبت تهدیدها و عدم تنظیم درست با خطر جدی مواجه است. به نظر می رسد که دلیل عمده محدودیت نفوذ در این ساحات زنده ماندن تعداد اندک بره‌ها و حیوانات جوان در طول زمستان بنابر چرای بسیار ضعیف زمستانی است که در اثر چرش مفرط مواشی اهلی علوفه این ساحات تنقیص یافته است. عوامل عمده دیگر محدودیت نفوذ حیوان مذکور شکار غیر قانونی، شکار توسط پلنگ برفی و گورک‌ها و امراض می باشد که از طریق حیوانات اهلی به آنها انتقال می یابند. آهوی رنگ سایبری یا بز کوهی، خرس نسواری و پلنگ برفی به صورت منظم و دوامدار در پامیر بزرگ دیده می شوند، مگر تخمین دقیق نفوس آنها تا حال صورت نگرفته است. پامیر کلان من حیث ساحات مهم برای پرندگان در سطح جهانی مطرح می باشد و تقریبا 140 نوع پرنده در این ساحات مشاهده شده است. محل زیست پامیر بزرگ از نظر تقسیم بندی انواع ساحات حفاظت شده من حیث ساحه زیست یا تنظیم انواع در نظر گرفته خواهد شد. در اوگست سال 2009 گروه برنمایندگی از طرفهای زیدخل متشکل از انجمن واخان پامیر، اداره ملی حفاظت از محیط زیست، وزارت زراعت و آبیاری و مالداری و مالکین مواشی محلی در مورد یک سرحد عمومی توافق نمودند که در مجموع ساحه تحت مدیریت 1542 کیلومتر مربع را احتوا می نماید. پلنگ برفی یک حیوان وحشی است که بیشتر در بخشهای غربی پامیر بزرگ زندگی می کند. حیوانی که هم در زمستان و هم در بهار فعالیت دارد و از جمله کمیابترین انواع در سطح جهان و بین المللی به شمار می رود و حفاظت آن باید در اولویت های کاری دولت افغانستان باشد.